سلام سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرسی قربون شما. خوبه همه چی؟ صدا و اینا چون اول خوبه، یعنی تا حالا چیزی کسی نگفته؟ صدا آزاده جونم که اگر لازم من هنسفری بذارم هنسفری. نه فکر میکنم من که صدا خوب بچه هم اگر که صداشون خوب باشه اگه مشکلی بود میگم، ولی فکر نمیکنم. ما معمولا مشکلی نداشتیم، ولی این دفعه من مشکل داشتیم. خوبی شما؟ قربون شما خوب هستید؟ میخوام یکم از بفهمیشم گروه خودم بگی، بچه‌ها ممکنه خیلیشون حالا یادشون آره. شما با هم گروهیاتونو بگید. اول بذارین معمولا آخر میخوام تشکر. من اول میخوام به شما تبریک بگم، به شما و امروها هم که این تیمو تشکیل دادین. یه کار خیلی باحالی دارین انجام میدین که فکر کنم خیلی کار خاصی. من فکر کنم شما قدرت و قابلیت اینو دارین که یه رسانه تو مونترال تشکیل بدین. الان هم تو اول بیکار شده میتونین همکار کنید. ولی کلا کارتون خیلی کار جالبی بود، دستتون درد نکنه. بعد در مورد گروه من پرسیدین، ما گروه دوم بودیم. خب تقریبا یک ماه بیشتر ازش گذشته، با سهرجون هم گروه بودیم، آقای بهنام و آتمان. خب زیادم فکر میکنم نسبت به این گروه جدید که میبینم خیلی حاشیه و اینا نذاشتش که بگم اتفاق خاصی افتاده، ولی با اینکه حاشیه نداشت، ولی یه سری اتفاقاتی بود که قابل گفتن باشه، خصوصا با مصاحبه قبلی که بچه انجام دادیم دیدم مثلا یه سری چیزهای خوب گفته و تکرار شده. الان تقریبا شاید مثلا میدونن همه که ضبط زیاده، یه قسمتهایش رو انتخاب میکنن و میذارن، ولی خب یه سری چیزهایی هم هستش که حالا امروز با هم صحبت میکنیم و من اگه دوست داشته باشین در مورد اون شب چهار شب خودمون بگم. حتما هر چیزی که خودت دوست داری بگو، بعدش هم که من سوالای بچه‌ها رو می‌پرسم. خودت هر چیزی بگو. اول بزن یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم. یه پست آخر شما گذاشتین، پستتون رو دیشب خوندم، در مورد اینکه انگار مثلا بعضیا میگن شما چه انگیزه یا شرکت و انگیزه. واقعا شاید هر کسی انگیزه داشته باشه، ولی به نظر خودم که خیلی دودل بودم که بخوام شرکت کنم، این واقعا یه چالش خیلی سخته. شاید هیچ کس ندونه اون میکروفون نصب کردن، اون آداپتورش رو. حالا ما که خانوم بودیم خودتون میدونید چقدر سخت، دو متر سیم از ما آویزون. مثلا من اصلا نمیتونستم گردن بند اینا بذارم، دستمون رو نمیتونستیم زیاد تکون بدیم چون حرکت میدادیم خب صدا میداد. برای ماهایی که خب من خودم یه آدم عادی هستم، ما خود جلوی دوربین نبودیم، این که بیای مثلا جلوی دوربین آشپزی کنی، واقعا با اون حالتی که تو داری تو آشپزخونه آشپزی عادی میکنی خیلی فرق میکنه، خیلی سخت‌تره، خیلی سخت. یعنی یه چالشه، یه مسابقه است واقعا. بعد مدیریت زمان خیلی مهمه، چون ما یه زمان محدودی داریم. بعد چون این همه آدم جلوت هستن، چشه تو دوربین نیفته، خودتون میدونید دیگه. مثلا بعد یه جوری همه کار بلد، همه کار رو مدیریت کنی، یه غذا موسط بپذید. بعد اون سوالی هم که میشه بکنم، به خاطر همین به نظرم واقعا این یه کار خیلی سخته که یه جرأت میخواد هر کسی بخواد شرکت کنه. من خودم واقعا جرأت این کار رو اصلا نداشتم. یادتونه پارسال همین موقع ها بود که فراخوان داده بودن، من مامانم اینجا بود، مامانم پیشنهاد داد، قرار بودش که ما فکر میکنیم همون موقع انجام میشه، چون مامانم کدبان است. من که اصلا غذا و کدبان گری و اینا ندارم. اول قرار بودش که برایشون ثبت نام کنیم، بعد دیگه مامانم برگشتن و ماجرا اینجوری شد که مصاحبه و اینا که تا انجام بشه، تا انتخاب بشه، دیگه قسمت شد من شرکت کردم. ولی الان دیدم که واقعا یه تجربه خاصی بود و جالب بود و سخت هم بود. ولی مسئله دیگه که تو مصاحبه گفتن، حالا یه پارت دیگه که میخواستم صحبت کنم در مورد این بود که میگفتن که یه قسمت های حذف میشه. اتفاقا من همون شب اول و روز اول که چون مسابقه همش سوال جوابه، یعنی من الان مثلا خودم بخوام یه چیزی بگم خیلی کم پیش میاد بیام خودم حرف بزنم، یه چیزی یه داستانی تعریف کنم، سوال میپرسن جواب میدم. من روز اول به تیام گفتم چقدر سوال میکنه، من خسته شدم واقعا. میدونه کار خسته کننده بود، هی سوال میکردم، من اصلا زیاد سوال میکردم، اصلا یه جوری دیگه بیحال میشدم. بعد گفتم مثلا شما اینا چی کار میکنین همه سوال میکنین؟ بعد گفتش اینا همه یه قسمتش انتخاب میشه. بعد یه دفتر تیام داشت، حتما شما هم دیدین، یه یادداشت برمیداشت، این اون قسمت هایی که مثلا براشون جالب تر بود و اینا، اون ساعتش تایمش رو یادداشت میکرد که به تضمینگر بده، تضمینگر کار انجام بده. خب من همون موقع چون فهمیده بودم، وقتی یادداشت میکرد میفهمیدم که خب این قسمت میخواد بیاد، یعنی من اون روزی که مثلا برنامه میخواست بیاد آمادگی اینو داشتم که چه چیزایی هست چه چیزایی نیست، چون دقت کرده بودم، دقت میکردم به یادداشت.
ولی با اینکه اینو میدونستم، شما شاید باورتون نشه، من شب اول که برنامه رو دیدم انقدر شوکه شدم، یعنی برای من انقدر سورپرایز بود که اصلا احساس میکردم که ببین اولش خب همینی که میگه آدم میخواد چهار تا آدم سه تا آدم غریبه رو ببینه خودش خیلی سخته. من چون تیام روز مصاحبه گفته بودش که ما یه جوری برنامه ریزی میکنیم که شرایطتون آدم ها با هم سنخیت داشته باشن، شرایط سنیشون و اینا مثلا به هم بخورین، اینجوری نباشه که مثلا از چهار تا آدم مثلا از اینه جدا بیان بگیرن. بعد که در باز شد من خب اولین چیزی خب به چشمم خورد خیلی آقا بهنام آدم محترم، ولی خب من اختلاف سنیش به چشمم خوردش و بخوام وای من الان من چی جوری بیام با یه آدم به آقا هست که مثلا اختلاف سنی داره آدم بیاد چی بگه اصلا، یعنی وار رفتم. بعد هم آقا کمال اومد اونم خب همین جوری گفتم. بعد سحر ولی خدا رو شد اینجا این وسط، یعنی فقط من خواستم اونجا سحر رو بغل کنم ماش کنم بگم خدا رو شد تو هستی. آخه واقعا خیلی سخت دادم اولین بار یکی رو ببینه چی بگه چی نگه. البته این فکر من خیلی فقط 5 دقیقه بود روی همون دک که اولش من نبودم دیدن تذیره اولیشون رو بیرون بودش رو دک بود اونجا یه ذره مثلا خودم باختم، چون یکی از دوستان به من میگفتش من اگه جای تو بودم واسه از ادامه مسابقه انصراف میدادم، چون واقعا سخت آدم با کسی که نشناسه و اختلاف سنی داره و مثلا نمیخوام بگم آدم های خیلی محترم بودم ولی من احساس میکردم مثلا نمیتونم باهاشون ارتباط بگیرم. بعد دیگه با سحر ما ولی همون اول سحرشون خیلی گرم بود و اینا خیلی سریع صمیمی شدیم، همون اول که آقا بهنام رسول کوکوشو درست کنم ما انقدر شروع کردیم حرف زدن که به ما اصلا اشاره زدم که اینجا صداتون رو بیاریم پایین تر، که انقدر مثلا منظورم که با هم تونستیم سریع صمیمی بشیم با اینکه اولش فکر کردیم سنخیت نداریم. بعد که اومدیم سر شام دیگه رشته های همو گفتیم، متوجه شدم که خب هم دیگر معرفی همه مثلا رشته همو گفتم اونا رشته شون گفتم، فهمیدم که اینا بخاطر اینکه ما هر سه تا هم دانشگاهی بودیم شاید بخاطر تحصیلات اون ما رو اینجور سلکت کرده بودن با هم گذاشته بودن. سهر هم انگار توی ایران درس میداد. بعد دیگه آقا بهنام دیگه شروع کرد در مورد مونترال، اتفاقا اطلاعات خیلی خوبی میگه، خیلی اطلاعات علمیش زیاد، چه فرهنگیش در کلیسا مذهب اصلا. بعد سحر هم اینجا فان قضیه بود، هر چیزی هم که جدی میشد یه چیزی میگفت میخندیده و اینو. بعد خب اون شب واقعا خیلی سریع با هم مچ شدیم و جور شدیم. میگن از بهنام هم بگیم بچه هم یه از قرد کردن های بهنام هم بگیم. آره میگم اتفاقا میگم. بعد برنامه رو که نشون دادن اول میخوام اینو بگم، من خودم نگاه کردم احساس کردم ما چهار تا با هم قهر این سر میز شام نشستیم. من نمیدونم حالا کسی دیگه دیدن چه حسی کردن، چون فقط داشتیم مثلا یه چیزی میخوردیم این چیه توش، حالا ما شاید در مورد غذا 2 دقیقه حرف زدیم، بیشتر داشتیم در مورد مثلا چیزای جانبی حرف میزدیم. برام عجیب بود که چرا تو تدوین میتونستن چیزای خنده‌دارتر و بهتر بگن، چرا اونقدر سرد نشون دادن؟ چند تا گروه دیگه هم این مشکل بود، چند تا گروه دیگه هم دیدم رفتن چرا فقط صحنه‌های ساکتمون رو گذاشتن، ما خیلی بیشتر آره مثلا ما واقعا نفس نمیگرفتیم، یعنی یه نفس میگرفتیم ساکت میشدیم اون قسمت رو میذاشتن، بقیه‌اش همش داشتیم حرف میزدیم. بعد دیگه رفتیم تو مراسم همون بیرون و محفلی که بپا کرده بودن آقا بهنام، محفلشون اتفاقا محفل خیلی گرمی بود، یعنی منظورم اینه که کنار آتیش بود، سماور رو برده خیلی قشنگ بود واقعا اون شب، مثلا اگه دوربین می‌برده می‌تونستیم یعنی عکس خیلی قشنگ بگیریم و خیلی باحال بود. دیگه اون تنبک آوردن شروع کردن ضرب گرفتن، بعدا فهمیدم انتظار داشتیش که برقصیم ما، که واقعا مثلا اونجور خب زمینش گل بود چون بارون هم اومده و مثلا من پاشنه کردم مثلا میرفت تو گل اینجوری راه میرفتم اصلا، یعنی من که رقص کلن نیستم، رقص بلد نیستم، ولی سحر انگار حرفه‌ای تر بود و میگفت بزنی سری بزن بالا هم میشم غیر میدم، ولی شرایط جور نبود اصلا. میگم من فکر کنم تو ماشین داشتیم شب آخر برمیگشتیم، فکر میکنم بهشون گفتم که حالا به غیر از این که حالا شب اول هر چیزی شرایط یه جور جلو، ولی از نظر خود من استنباط همین بودش که یه محفل گرمی بود مثلا شعر بخونن و آره اگه صدای یکی داره، حالا من که صدا ندارم صدام بده، ولی مثلا من مامانم مثلا برگرم که صدا دارن و مثلا اهل دل هستن، اگه اونجا بودم میتونستم بخونن و کلی حال میشد. ولی دیگه حالا این تاثیر گذاشت رو شب من این داستان رو دارم تعریف میکنم به خاطر اینکه من چون خودم اصالتا مازندرانی هستم، بعد با مامانم هم مشورت کردم، فقط مامانم میدونست من دوست داشتم شب من یه شب کاملا مازندرانی و سارعبی باشه،
برنامه هم همه روی این چیده بود. لباس هم میخواستم لباس سنتی بگیرم، ولی من چون دیر به گروه اضافه شدم، قبل از من یک کسی دیگه ای بود حذف شد. بعد من 2 هفته قبل از برنامه به گروه اضافه شدم. بعد تما انتخاب شده بود، آقا کمال تما سنتی رو انتخاب کرد و دیگه من خب دیگه نمیشه دو شب بودم تما سنتی و از تم محدودیت داشتم. من تصمیم گرفتم یه لباسی بدم که مثلا بپوشم، بعد یه دامنه در نظر، یعنی یه رو سریع رقص مازندران یه چیزی داره کمرشون میبندن، یه رقص خیلی خنده‌دار و فانیه، حالا مثلا اگه انجام میشد خیلی خنده‌دار میشد، ولی واسه یه چیزای دور کمرشون و باسنشون ببندن و اونا رو گرفته بودم، گفتم اینا رو میدم بهشون. اون شبی که من دیدم، بعد من چند تا چیز در نظر گرفتم، چون میدونم آدم های مختلف، خب شخصیت های مختلف بود، آدم نمیتونه هر کاری رو باشون انجام بده، هر سرگرمی رو انجام بده. اون شب که دیدم من فلان و سنگینه، دیگه واقعا در خودم ندیدم بیام دور کمره مثلا آقا بهنام یا آقا کمال مثلا شلیطه بکشن دامن بکشن بیام وسط غیره مثلا مازنده، خب خیلی رقص شاد و خنده داری. بعد دیگه نمیدونم چرا بعد میکردی، خب دیگه چالش دیگه، خوش نمی چالش میکشیدن یکم بیرم. شاید من الان اتفاقا با سحر که صحبت کردم، سحر به من گفت میباست این کار انجام بدی، ولی یه اتفاق دیگه هم که افتاد انجام ندادم 2 مورد بود. من رشته خودم مرمت آثار باستانی هست، از همون روز اولی که تلفن زنگ زده بودن، چون میدونه همش میپرسیدن، ساسان هم بود اتفاقا از لندن تلفن زنگ زده، واو چه رشته باحالی، چقدر جالب و اینا. تیم با اون خانوم که اومده بودن روز مصاحبه که چقدر تیم متخصصی بودن، چقدر تیم حرفه‌ای بودن، من خب تو برنامه تشکر کنم که اینا هست میکنم، واقعا واقعا با شخصیت و چطور بگم محترم بودن، یعنی اصلا حرفه‌ای، همه چیزشون اوکی و همه چیزشون خوب بودن، آقا رامین فیلم همشون اوکی بودن. برای این که رشته منو که هر کسی رشته منو فهمید، هی واو چه رشته جالبی و انتزاع و اینا میگفتم. بعد اون روز که من در مورد سرگرمی پرسیدم، من اون میراث جهانی رو آماده کرده بودم برای اطلاع رسانی، چون میراث جهانی یه بازی درست کرده بودم باش، در واقع پازل بود که مثلا اینا میباش جور کنم، من میخواستم بین وقفه میفته اون رو زارم رو میز انجام بدم که حوصله‌شون سر نره. اینا که گفتم یه حقا وای چقدر باحال، اصلا این توی نمیدونم تاریخ بفرمایید شما این تکرار نشده، همش نقطه بازی و خط بازی کوانتومی و رقص که نمیشه، تو بیا یه بار اینو آقا رامین من گفته بود صبح، گفت بذار یه چیزی به اطلاعات مردم، خودشون هم هنری بودن دیگه، گفت بذار یه چیزی به اطلاعات مردم اضافه بشه، بذار مثلا بذار یه تفاوتی داشته باشه برنامه تو تا که مثلا اینجوری داره. بعد اینو که گفت من دیگه خب هیجان زده شدم، گفتم اصلا خیلی کار جالبیه دیگه، با اینکه من چون رشته خودم این هست، تو این چند سال فهمیدم که مخاطب تاریخ و هنر مخاطب خیلی خاص و محدودی هستن، یعنی توی برنامه بفرمایید شام شاید اصلا جاش نبود بیام در مورد این چیزا صحبت کنم، و خودم میدونستم اصلا برنامه نداشتم، میگم شب من یه شب مازندرانی کاملا بود. بعد که دیگه دیدم ایشون میگن اینجوری و اینا، گفتم خب چه بهتر، من خودم دوست دارم، تو این بازی رو در نظر گرفتم. بعد صحبتی هم که شد اونجا، من نمیدونم شما برنامه من رو دیدین یا نه، یه تیکه من داشتم در روی پروژه خودم حرف میزدم که بعد خیلی کامنت گذاشتن که چرا بحث اینقدر همین رو دارم میگم، من اصلا نمیخواستم، خب دقیقا من نظرم با آقای رامین یکی بود، چرا همیشه که نباید بزن و برست بوجود، بعد وقتم یه اطلاعاتی بهمون برسه چه خب شده. آره من که دیدم خب خود دستندر کاره برنامه دارم میگم، و اون بلازورم تیام از من یه سری سواله دیگه که چون من از تورنتو آمدم مونترال، مثلا از اینکه چرا من از تورنتو اومدم مونترال من کامل توضیح دادم فرق تورنتو و مونترال، من مثلا فکر میکنم شاید اینو میذارم توی چیز. در مورد ساری خیلی گفتم، من اون غذایی که انتخاب کردم یه غذای اصیل خیلی اصیل ساره بود که مامان بزرگم درست میکرد، بعد مامان بزرگم هم مرحوم شدن، من ازش یاد کردم به خاطر اینکه دستور رو ما از ایشون یاد گرفته بودیم، بعد خیلی صحبت کردیم در مورد چیز، بعد یه دفعه آخرش گفتش که بیا به در مورد پروژه حرف بزن، به خاطر اینکه این خیلی جالبه برای مردم، تو مثلا این خب اون چیزی که من روش در کردم میگم، ولی ممکن الانم یه عده خوششون نیاد، ولی واقعا یه چیز منحصر به فرد خاصی که اون پروژه که من روش در کردم. بعد
گفت جالب و اینا. من همینجوری که داشتم دسر میخوام یهویی این سوال کرد، بعد من همینجوری اصلا واقعا آدم باید آماده باشه یه چیزی میخواد بگید دیگه، یه ذره خودم توقف زدم اینا بهش گفتم میخوای اینو من دوباره بگم بخاطر اینکه زیاد خوب تازه نرا. گفت نه نه خیلی خوبه، ما تو تدوین درست میکنیم اگر هم مثلا اشتباهی پیش اومده. بعد دیگه گفتم خب خوبه دیگه از نظر وقتی چیزه. البته اینم بگم بینم مثلا شاید کسی ندونه اصلا، یعنی هر خرابکاری هر چی کنی همون فیلمی که میگیره همون یه باره، یعنی دیگه دومین بار تکرار نمیشه. شاید فکر میکنم جای اصلاح وجود داره ولی معمولا اصلا جای اصلاح نیست. خلاصه این انجام شد، من برنامه که پخش شد یعنی شب خودم سورپرایز من بود. اولین ها یه چیز مهمه دیگه این بود که اصلا تو بیوگرافی من رشته منو نگفتم، نمیدونم اینو دیدین نه رشته منو نمیدونم، گفتم بازاریابی نمیدونم که من اصلا تو خونم بازاریابی هستم، اگه بمیرم نمیتونم این کارو بکنم، نمیدونم این بازاریابی چیز چی بود، اشتباه شده. یعنی من فکر میکنم چون تدوین و اینا قبل از کرونا نمیدونم این چی بود، رشته من که مطرح نشد. بعد یه دفعه من اومدم راجع به آثار هنری صحبت کردم، خب اینا میگن یکی ببینه میگه این فازش چی؟ بازاریاب میاد درباره مثلا رشته تاریخ حرف میزنه. بعد از این طرف دیگه که اصلا بدتر بود گوینده آقا ساسان خیلی با تمسخر با این صحبت های من برخورد، نمیدونم حالا شما خیلی این حس رو گرفتن به من گفت ساسان با همه همین کار میکنه. آره ببین من میدونم برنامه فانه شخصیت سازی میشه، من خودم آماده کرده بودم که اگر به هر چیز من گیر میداد، من چه میدونم به سر و کله من گیر میداد، اگه انگشت رو دهنم میکردم، اگه کثیف آشپزی میکردم، من میخندیدم با اینا، چون اینو وقتی که آدم وارد این برنامه میشه خودشو باید آماده کنه که به این گیرا. ولی اینکه به من در واقع گیر نداده بود، در واقع من چند تا کامنت رو خونده بودم، چند تا از دوستام رو گفتم، گفتن این وقتی تو داری در مورد فرهنگ ایران هم ببین میراث فرهنگی چیزی هست که شاید 90% میراث جهانی که تو ایران هست که مسابقه من بود که من سایت ها رو معرفی کردم خیلی نمیدونستم، خیلی برام که مثلا نمیدونستم این چی بود، خیلی خوب شد که معرفی کردی، چون یه ماجرای خاصی داره که توی ایران هم خیلی اجازه نمیدن بدونن این چیه، چون خیلی بودجای زیادی براش میاد. حالا اون مسئله سیاسیش اینا من کاری ندارم، ولی این باعث میشد که اطلاعات مردم زیاد بشه. بعد این که مسخره شد و ناراحت شد، من ببینید به چی فکر کردم، من این همه حرف زدم، اگه خوب نبود خب حذف می‌کردین، الان که داری مسخره میکنه داره این آثار داره به میراث فرهنگ ایران توهین میشه، یعنی به من اصلا توهین نشدم، من چون تعصب دارم و رشتم ناراحتی من از این بود که چرا به اینا توهین شد. و من فکر میکنم چون اون روز تیام خوشش اومد مثلا همه دستن در کاره که اونجا مثلا فارسی زبان خوششون اومده بود و استقبال کرده بود، من فکر میکنم یه ناهماهنگی بود بین تدوین و اون روز فیلم برداری، چون میگم من نمیخواستم صحبت کنم، الان هم دارم میگم از من میپرسیدن من مجبور بودم جواب بدم. حالا من نمیدونم سیاست این تلویزیون من و تو چی هست، چون اینا هم کارمندن، تیام اینا توش کارمند هستن، ساسان هم توش کارمنده، نمیدونم چه خط مشی دارن که اینجوری برخورد شده. میگم من فقط نبود خوشم نمید، خیلی خوششون نیومد از این اتفاقی که احساس میکردم بی حرمتی به مثلا تاریخ 2500 ساله ایران شد، یه همچین حسی رو گرفتم. حتی من این حس رو نگرفتم، من بیشتر من بیشتر فقط این حس رو داشتم که خب چرا مثلا خب داره اطلاعات قشنگی رو میده، چرا مثلا میگن که مسخره میکنن روش کامنت میذارن، به نظر من جالب بود. ولی خب واسه بعضی به نظر بورینگ میمه، شاید مثلا ساسان اون قسمت بورینگش رو خواسته بود بولد بکنه، ولی در نهایت همیشه یه چیزی رو میخوان سوژه کنن، بعض وقتا چیزای مثبت هم حتی من دیدم که سوژه میکنم مثل شما، خیلی اتفاقای دیگه که به نظر من تو چیز بدی نیستش، ولی اون مردم سوژه کنن مهم نیستش، میدونی چرا؟ چون مردم کامنت میذارن. ساسان و اون تیم هم میخوان که در ساسان بیشتر جذاب. آره اگه ساسان جذاب نبود اتفاق نمیافتاد، مثلا شاید اصلا هیچکس دقت نمیکرد، چون یه چیزی بود تموم میشد میرفتش، یه صحبتی بود و شاید دو دقیقه هم نبود صحبت تموم میشد میرفت. من میگم این جواب رو گرفتم. بعد حالا یکی دیگه از دوستان من فقط دستا در حرفتون، چون بچه ها داره خیلی به من میگن سوالا رو نمیخونید، خیلی این اعتراض دارم، چون بکنم دفعه دهم دارم این اصلا چرا سوالا رو نمیخونید.
من سوالی که رد بشه یکی راجع به کمال میبینم سوال پرسی رو این کمال رو دیدم که چند بار سوال پرسید راجع به نمره ده دادم. آره راجع به کمال میپرسن. اتفاقا اینم میخواستم توضیح بدم. ببینید نمره دادن به نظر من اتفاقا ما با کمالم صحبت کرده بودیم. من کمالم چون تدریس میکرد تو دانشگاهانا ولی ها یه جوری صحبت کردم من فکر نمیکردم نمره دادن مثل یه معلم بد نمره دادن تو بفهمید شما دارم میگم مثل یه معلم بد نمره و معلم خوش نمره است. دیدین بعضی از معلم ها برای بر سعی میکنن و یه نمره خوبی میدن، بعضی ها خیلی مثلا ریزه کاری رو اینار میگرن. من خودم فکر میکنم چون تدریسم میکردم زمانی که نمره میدادم خیلی برابر سطح بالا سعی میکردم و خیلی خوش نمره بودم به قول معروف. فکر کنم کمال از اونه بود که خیلی بد ایرادگیر بود که خب بعدم که دیدم برنامه رو دیدم واقعا اینجوری بود، چون که مثلا کمال از غذای من خوشش اومده بود تعریف میکرد ولی به مثلا میگفت چون خونتون حیات نداره به من نمره کم داد. آره من یه چیزی که برام جالب بود خیلی این نمره تقریبا گفت شب قبل حیات داشت. آره میتونم 3-4 بارم اینو تکرار کنم. آره نه به منم گفت من مثلا نمیشی مثلا سماور نداری حالا جلسه من مامانم یه سری سماور رو اینا برام می‌خواست بفرست. من گفتم نه من اصلا حوصله سماور فماور ندارم اونجا سوغاتی می‌خواست بیاره برام. بعد که به مامانم گفتم مامانم ای وای من سماور رو می‌فرستم. گفتم مامان جان سماورم می‌فرستادی یه چیز دیگه طرف رو دیوار رو اینا گیر میده. ببین نمی‌خوام بگم آقا که الان بگم آقا کمال و آقا بهنام آدمای خیلی متشخصی هستن، اون قسمت های از حرفاشون هم که استفاده شد شاید اینا حرف های دیگه خوبی هم زده بودن، فیدبک های خوب هم داده بودن، ولی خب برنامه است دیگه، برنامه سازی میخوام بکنن اون تیک های فیدبک های من مثلا اینجوریشون گرفته شد. ولی آدمایی بودن که به نظر من آقا کمال آدم بود که من اگه هر کاری میکردم ایرادشون هر سه تا شب هم همین کار کرد و هر چیزی یه ایرادی بالاخره انجام شد و بالاخره میگم سختگیر بود دیگه که این اتفاق افتاد. خب سختگیر روی قضا تیک بودن مثلا تیکی بودن روی غذا خب چون برنامه آشپزی آدم واقعا من اینو دوست ندارم از خوشم. آره راجع به خونه میگه مثلا اونجا مثلا حیات داشت اینجا نداشت، من خودم میگه کسایی رو میگم با این چرا به خونه میگه مثلا ارتباطی نداره. بعد بعد خیلی ناراحت شده بودن آخه دوستای من که میگن آخه خونه تو خونه خیلی مثلا پر انرژی و خوبی حالا حیات نداشتن مثلا چی. بعد ما خونه خودشون هم رفتیم مثلا رفتیم بیسمنتش برای مراسم زینه باز مثلا تو خونه خودش هم بگیم خیلی حیاتی باشه اینا نبود. حالا اینا نمیدونم دیگه سلیقه ای هست ولی من حالا نمیخوام چیز کنم. اون غذایی که من درست کرده بودم خودم که خیلی راضی بودم چون غذای شمالی داره اینا شاید چون نخورده بودم. من احساس میکنم که چون غذام تزئین و اینا داشت مثلا سهرم همش به من میگفت مثلا غذای تو تزئین داشت خیلی خوب بود. سهر بعدا که صحبت میکنم میگفت من خیلی پشیمونم که مثلا چرا مثلا به کمال 9 دادم به تو 8 دادم، تو غذات مثلا تزئین داشت و غذاش تزئین نداشت، مثلا یه سری فاکتورهای برای هر کسی مهم بود دیگه. بعد من خودم فکر میکنم مثلا اون آقای شاهرخی هم که شما دیروز آورده بودیم به نظر من غذاش خوب بود، مثلا من خیلی آرزو داشتم برم اون غذای خاص رو تجربه کنم چون واقعا به نظر من غذای خاص تجربه کردن خودش توی این مسابقه یه هیجان خاصی داره. مثلا برید مثلا چون قرمه سبزی بخوری حالا مثلا هم غذای خوب با ولی منظورم که هیجانش بیشتره. من فکر کنم چون غذای ببخشید میگن ما بچه‌ها در ارتباطیم با کمال و بهنام و سرجان. آقا بهنام بله ما با هم مثلا یه ارتباط تکست در حد پیام داریم. من آقا کمال فکر کنم تلفنشون رو عوض کردم بخاطر اینکه یکی دوبار چون ما با هم خیلی اوکی بودیم یعنی آخرش هم هیچ مشکلی یعنی الانم واقعا دوست دارم مثلا ببینمشون با هم بخندیم. سحر که آره با هم خیلی دوستیم. اتفاقا من هفته پیش نمیدونستم به سحر گفته بودم اگه میدونستم یه جوری میشه لایومون با هم مثلا برگ اگه کرونا نبود که اصلا خیلی دوست داشتم سحر الان کنار من بود با هم میتونستم حرف بزنم چون خیلی ارتباط خوبی خیلی بهتر میشه. من گفتم با این کرونا نبود میتونیم سر بچهای گروه بخوایم که با هم دیگه اونا که با هم دوستن با هم دیگه بیاین ولی خب متاسفانه دیگه اچان پس از زولبیا بامیه زولبیای کمال که بخدو ببین من تو زولبیا دوست دارم تحت هر شبیه که به سهرم گفتم من زولبیا دوست دارم. حالا شما زولبیا دوست داری خیلی دیگه زولبیا بود خیلی حالا شما زولبیا دوست داری. من یه جایی گفتم که من بامیه و زولبیا رو اشتباه گرفتم بخاطر اینکه من زولبیا اصلا زیاد نمیخورم یعنی زیاد نه اصلا تا حالا زولبیا نخوردم حس خوبی به زولبیا هیچ وقت نداشتم من همیشه بامیه میخوردم. بعد همش تو ذهنم که میگو زولبیا از صبح تو منو میخونیم بامیه بود. بعد یه دفعه آخرش فهمیدم اون خدا چیز گفت نه بابا زولبیا اونه اینجوری اینا گفتم ای با من که اینو اصلا نمیخواد. ببین از اون غذایی که
مثلا کنارشون بامیه هست، همیشه بامیه رو هیچ وقت زورگیر رو کشت نکنم. جالبه. بعد خوردم ببین مزهش، اتفاقا این به من بعدش کادو داد زولبیاشو، اینو نشون ندادم توی فیلم، کادو کمال کمال زولبیاش بود. بعد آوردم خونه همسرم هم خورد، میگفت مزهش بود ولی انگار خیلی مثلا خیلی بزرگ بود، خیلی خشک بود، خیلی مثلا هرشی. من چون خودم نه درست میکنم نه خوردم نفهمیدم، فقط طعمش خیلی خوب بود، خیلی با اون چایی که به ما داده بود چسبیده بود، یعنی فضای جوری شده بودش که به ما حال داد، یعنی همچین چیزی بود. نه شبش خوب بود، همه هم رقصیدن و آره شب هم خوب بود، فقط من نرقصیدن الان رقصیدن، فقط آقا بهنام گره داشت. آره به من هم خیلی میگفت، میگفت چرا شب من نرقصیدن، به خاطر اینکه شب واقعا آقا بهنام، من واقعا فکر میکنم اگه هر کسی میومد نمیتونست اونجا برقصه، یعنی نمیخوام بگم شب بعد شرایطش برای رقص چیز نبودش، یعنی خیلی خوب بود، خیلی حال کردیم، خیلی خوش گذشت، میگم کنار آتیش اینا، ولی رقص نداشتش، مدلش اینجوری رقصی نبودش. نه کلا من شب اول آدم یکم همچین معذبه که بخواد مثلا آره بچه برقصه، حالا غیر از محیط حیاتو شما میگی آره. ولی غیر از اون اصلا آدم هنوز انگار یخش باز نشده که بخواد. حالا در همین شب اول که خیلی سخته، شب دومم یه ذره اون کنارهای شب اول اصلا تازه شب دوم آشنا میشه، به نظر من شب سوم و چهارم شانسشون شرکت کننده بیشتر، به خاطر اینکه همه با هم صمیمی میشن، اصلا یه ذره تو رو دروایسی یه ذره چیز اصلا سر نمره دادن و اینا همه تاثیر میذاره تو شب. حالا دیشب انگار یه آقای اومده و شرکت کرده بود، میگفت شب اول نمره بیشتر میدن. آره من دیشب تو اون شب اول نمره من تعجب کردم، منم تعجب کردم، واقعا کمتر میدن. اتفاقا من به آقای کردم بهنام خودم یه ذره نمره بیشتر دادم، چون غذاش واقعا خوب در نیومده بود، نمیخوام بگم آشپز بدی ام، بالاخره دیدیم که استرس و شدتونم هست که تمام مثلا از استرس بیچاره کابینتش ریخته بود، این استرسش طبیعیه، یعنی این اشکال نیستش، یه چیز طبیعی هست. غذاشون هم دسرشون خب خیلی خوب در نیومده بود، خب بچه‌هام گفته بودن کوکوی من هم که به من اون کیک میگوی هم که داده اصلا نپخته بود، یعنی اگر دوری من دوست ندوستم اون حقیقتش، وقتی که اون کیک به نظرم نمیدونم، مگه شاید من هم ببین حالا اگه خوب در می اومد، حالا دوست داشتن دوست نداشتن، من خودم پیش خودم گفتم آدم بر دوست داشتن دوست نداشتن شیرین و ترش و بعضی میگم من شیرین دوست دارم بعضی میگم ترش دوست دارم، به این چیزا نمیشدم نمره کم کنم. آدم بعد مثلا من کلم سحر، من کلم اصلا نمیخورم که سحر پیش غذاش کلم بود، ولی خوردم دیدم مزه خوبی داره بود، بهش ازش نمره به خاطر که دوست ندارم خودم کم نکردم، نمره مثلا کلمش رو دادم، ولی اون غذاش خوب اصلا نپخته بود، یعنی ماجرا این بود که نپخته بود. بچه ها بزن کیا برنشان تو گروهتون سحر و کمال برنشان بکن تنها گروهی تا الان که دوتا برنده داشته. بله من خیلی دوست داشتم یه جوری امتیاز بندی میشد که اصلا همه با هم برابر میشد، این خیلی ایدئالش بیشتر میگه، خیلی خوبه ولی خب خیلی کمه. میگه در مورد مشروب خوردن پشت دوربین کمال هم یه توضیح بدید، مگه پشت دوربین کمال ببینین آقا کمال، آقا کمال نوشته در مورد مشروب خوردن پشت دوربین. ببینین آقای کمال مشروب نمیخورن، از اول گفتم من مشروب نمیخورم، بعدم به من گفتن که من حس خوبی بهم دست نمیده مشروب بخورم و این چیزا و اینا، نه اینکه بگیره مثلا مشروب، مثلا همینجوری گفت علت اینکه نمیخورم اینه که مثلا حال نمیکنم، خب یکی حال میکنه یکی حال نمیکنه دیگه. بعد دیگه نمیدونم کی گفتش که من میخورم که آقا بهنام آمد گفتیم پشت دوربی مشروب میخوره، البته این یه چیز شخصی، اگرم میخواست نگه نمیباس گفته بشه، ولی اینجوری گفته گفت خب من زیاد حال نمیکنم وقتی میخورم، مثلا زیاد حال نمیکرد دیگه، خوشش نمیاد ولی که مزهش دوست نداره. خب ببینیم دیگه سوالا رو بپرسیم، چون ما میگم که به خاطر اینکه زیاد باشه بتونیم هم سیوشون بکنیم. من میخواستم خیلی کوتاه حرف بزنم. خب هیچ دیگه دیگه دارین بگی تا من سوال بینم سوال. بعضیشون نظره، بعضی از دوستان هم لطف میکنن جواب اون یکی دوستان رو میدن، خیلی ممنون تشکر میکنم. ولی من سوالی ببینم در مورد سالار چیزی نگی. بچه ها این گروه بفرمایید، شما هم میان برای لایو اجازه بدین در موردشون با خودشون صحبت کنیم.
میبینم چون هی می نویسن 4 نمره داد 6 نمره داد و اینا، بذاری خودشون باشن به خودشون بگیم چرا کم نمره دادی. میگه که وقتی بهنام کمک داره نظرتون چی بود؟ آها وقتی دیدی برنامه بهنام کمک داره. اتفاقا خیلی دوستان به من گفتن، گفتن که تو فقط دست من بود، چون من بچه کوچیک داشتم، شوهرم و همسرم مسئولیت بچه رو داشت، یعنی بچه رو نگه می‌داشت و مثلا اون روز که دیکر می‌رفتن صبح روز چیز و اینا، ولی خب همش با اون بود، من کاملا تنها بودم و واقعا باید کمک داشته باشه خیلی مهمه، چون میدونید مثلا بعد از ظهرش اتفاقا به من گفتم که این فیر نبود که مثلا آقا کمال خانومش اومد کمک کرد، بهنام مثلا باز دوباره یه خانوم اومد کمک کرد و اینا، بعد دیگه گفتم خب حالا دیگه همینه دیگه، حالا چیکار کنم دیگه، چون اونا اگه منم کمک داشتم میتونست بیاد. کمک اشکالی البته نداره دوستان، کمک داشتن مشکلی نداره، فقط نباید در واقع قضا رو درست بکنه، اگر کسی در سایت باشه واقعا کمک کنه چه اشکالی نداره. آره اگه منم کسی خب تو این بحث نمی گنجه که با بخوایم راجع به مونتریال و تورنتو ببینم، چون چند بارم دوست عزیزم نوشتین را یه بار دیگه در مورد این موضوع الان کوچیک صحبت کنیم، ولی تو این بحث اگه برنامه محترمشم دوباره تدوین کنن اون تو کامل توضیح بدن. دیگه چیزی که من ببینم که سوالی باشه، گفتنش خانم بپرسین چی بپرسن، آها میگن دیر آوردیمشون یادمون رفته. ببینید دوستان به خاطر چی، یکی از دلایلی که ممکن بعضی دوستان دیر اومده باشن یا به خاطر اینکه توی تایم محدود خب ممکنه که نشه هماهنگ کرد، من اصلا نمیدونستم، من دیر شما رو پیدا کردم. ببینید بعد خیلی دوستان رو ما پیدا کردیم و بهشون بهشون پیغام دادیم و اینا، ولی بعضی دوستان رو خیلی سخت موند گفتم شما از کسی بودید که ما نتونستیم پیدا کنیم، من خودتون پیدا کردم. بعد از همین یه مقدار این باعث شدش که ما در واقع مثلا دیرتر لایو زدیم. یکی دیگه هم که اصلا ما بعد از لایو در واقع که گذاشتیم گروه سوم که کاملا جان الان هستم میان، اصلا تصمیم گرفتیم که این لایو رو ادامه بدیم. تا گروه سوم ما اصلا هیچ برنامه‌ای برای لایو گذاشتن نداشتیم. وقتی گروه کاملا رفتن ما کار اتفاقی این لایو رو گذاشتیم، این لایو گوشیم که فقط صحبت کنیم راجب بفرمایشان، بعد استقبال یاد بود و ما بعد از اون شروع کردیم که حتی لایو با کاملی هم سیو نشد که گفتیم یه بار دیگه هم الان انجام بدیم، بعد از اون شروع شد. واسه همین بچه های گروه اول و دوم موندم، بعد دیدیم که خب بچه های گروه اول و دوم هم دلشون میخواد باشن، بعد مجبور شدیم اینا رو توی لابلای بقیه لایو ها بگنجونیم و بذاریم. واسه اینه که الان ممکنه که شما سحر اینا ممکنه مثلا از برنامه قبلی گذاشته بشه، اگه علتش اینه که دیر میذاریم، چون اصلا از گروه سوم به بعد لایو شروع شد. دیگه چی اینا بینه؟ یه عده فکر میکنه شما کارمند من و تو هست. نه من کارمند من بگه نیست. نه من نیست اصلا و کاملا میگم این لایو ما یه بار لایو رو انجام دادیم، بعد این استقبال زیاده و دیگه ادامه دادیم. میگن چقدر قشنگتر شدیم امشب، خیلی ممنون. مرسی. دیگه بهنام خیلی ایراد گیر بود ولی گروهتون انرژی، به گروهتون انرژی منفی میداد. دیگه ببینیم که چی هست در مورد فیزیک کوانتوم که کمال گفته بوده از نظرتون میگم بگیم. اتفاقا چیز بدی نبودش از نظر من، چون من اون لحظه منتظر کباب بودیم، چون قدم کبابش خوشمزه بود، منتظر کباب بودم، بیکار بودم. بعد اتفاقا آقا کمال اومد گفت من ایده گرفتم از اون کاری که شما دیشب کردین که در مورد رشته خودتون اومدین مثلا سرگرمی دادین، منم برای همین میگم کلا عجیب بود کمال به من کمال، چون همه چیزشو خیلی خوشش اومده بود، گفت ایده که شما دادین من میخوام اینو بدم شما سرگرم باشین تا من برم کبابم آماده کنم. خیلی اتفاقا اون دنیای موازی و اینا برام خیلی جالب بود. بعدش من سرش خیلی خندیدیم، مثلا این داشت توضیح میداد در مورد برنامه بفرمایید چون و دنیای مجازی، مثلا این تیکه خیلی تیکه خنده‌دار و جالب بود اگه تو تدوین میذاشتن، ولی خب نبود تو تدوین، یعنی حوصله سربر برای من نبود. جالب بود، نه به نظر منم جالب بود، میگم من دوست دارم، یعنی من دوست دارم که بحثی باشه و صحبت بشه راجبش که آدم یه چیزی که نمیدونه یاد بگیره، ولی خب بعضی دوستان فقط دوست دارن میگن. اتفاقا یه چیز خنده‌دار سر همین اتفاق افتاد که من فکر کردم تیان تو تدوین میاره، سوال که از من پرسید من گفتم من گفت بعدت اومد خوشت نمیاد، گفتم من واقعا خیلی خوشم اومد بخاطر اینکه من خانواده خودم بابام خیلی اهل مسئله و این چیزا و این مدلی هست، خیلی تیپش اینجوری هست،
بعد همسر من که اومده بودش برای خواستگاری رو مثلا میامد آشنا میشد، هر هفته بهش یه مسئله میداد، میگفت اگه این مسئله رو حل کنی هفته بعد میشه حل به شوخی مسئله سخت هم میداد. بعد همسر من هم از اهل این چیز هستون حل میکرد و میامدن تو چند تا مسئله تو چند تا هفته که رفت آمد شد. بعد گفت خیلی خوب چشم مغزت کار میکنه میتونی مسئله حل کنی اوکی. بعد اینو از تیام که تعریف کردم تیام از خنده داشت فکر برای من شوخی میکنم، بعد اتفاقا هم یه تیکه هم زد مثلا فکر کردم الان این تیکه رو میاره توی، برای همین میگم یه تیکه رو احساس میکنم یه عدم هماهنگی بین این فیلم برداری که شده بود با تدوینی که انجام شد، شاید بخاطر نمیدونم شاید بخاطر کرونا بود، تلویزیون خب بالاخره نیروشو کم کرده بود، صدا با دوی برم نیروهاشون تغییر کرده بود. بعد خلاصا میگم دیگه کلی سر این خندیده بود، باورش نمیشد که بابام به همسرم مسئله حل میداد نه چه اتفاقا خیلی جالب بود اگه اینو تو برنامه میگفتید. خب میگم تیک هم زده بود، دیدم قشنگ تیک زد و خندید و اینجوری گفت چه اول فکرش شوخ، گفتم نه واقعا جدی میگم بابام اینجوری هست و اینو، ولی نذاشتم. میگم قسمت های زیاد اینجوری بود که حذف شد. میگن کمال و بهنام باید با هم دعواشون نشد، برای چی دعواشون بشه؟ ببین نه اتفاقا خیلی ببین عادی برخوشد. ببین آقا کم آقا بهنام هم شاید از یه نظر اگه نمره 6 داد شاید اون اشکالاتی رو که دید به نظرش درست بود 6 داد، مثلا گفت پشه هست، خب پشه تو کانادا هست تو تابستون، چون خودت میدونی در حال باشد دیوانه کننده هست، همه الان هم اومدن الان پشه مدیر ما پشه هست، یعنی یک موازخه به پشه قابل تو خونه سهر هم تو عیاد نشسته بودیم پشه بود، یعنی نمیتونی پشه رو دور کنی وقتی تو فضایی بود، این درش باز بسته میشد پشه آمده بود. یا مثلا اشکالای دیگه ای که بود مثلا هم چیز بود اینا دیگه، خب خیلی باریک بین، من نمیم سخت بین میگن چی میگن ریز بین ریز بین آها ریز بین. من یه نظری بلاوه به نظر من کسایی که خیلی سخت گیر هستن، چون برنامه های دیگه هم دیدم مثلا میگم من شور دوست ندارم، شیرین دوست ندارم، ال هستم، بل هستم، به نظر من این اصلا نباید بیا شرکت کنم فکر میکنم، بخاطر اینکه اذیت میشن. خب باید غذا رو بخورم و ببینم اون غذایی که در اومده درسته، یعنی خوب در اومده یا نه، نه اینکه حالا یه دقیقه شخصیشون یه چیزی رو بگن دوست نداری، مثلا از بین سه شبی که میرن حالا ممکنه یه چیزی رو آدم خوشش آره. نیاد، ولی اینکه دیگه به همه بگن من آره. دوستم شروع سادم شیرین دوست دارم دیگه، خب بس هایی چیه گرد کردی. آره آره منم گفتم مثلا هر کسی میگه فلان، مثلا منم گفتم کلم دوست ندارم، ولی نه دیگه این خوب نیست، این خوب نیست، اینجا خوب نیست، این یه ذره چون آقای مجید لندن که کلا همه چی بادمجون حساسیت داشته کلا همه چی رد میگه، بچه‌ها خیلی انقدر دوباره تکرار کردن اون آقای مجید رو که به همه یک و دو و اینا داده بود، من یادم دوباره نگاه کردم بالا دوباره باید نگاه کنید چون منم یادم رفته بود، من یادم به من میگن اون مجید لندن رو بیاریم که به همه یک داد بیاریم، منم یادم رفته بود، منم یادم خیلی سال بود به فرمایشام نگاه نمی کردم. آره من نگاه چند سال خیلی پیگیر نگاه نمی کردم، ولی برنامه اون آقای مجید دیده بودم، بعد دیگه رفتم دوباره نگاه کردم دیدم خب اگر بخوایم بگیم نگی کسایی میگن که بچهای به مونتریال ایراد میگیرن و دارن نظرات این مدل میدن، میخوام بگم شما برید لطفا برنامه لندن رو ببینید، بعد میگم آره. مونتریال گلم واقعا اتفاقا همین بچهای مونتریال به نظر من خیلی متشخصن دارن من خیلی خوشحالم. اینو اتفاقا تو زبط هم من گفتم به اون چیز گفتم من این تفاوت حالا به بفرمایید چام نیست، من این تفاوت رو تو مونترال دیدم که ایرانه مونترال آدم خیلی متشخصی هستن، حالا بد و خوب همه جا هست، ولی من درصد آدم های خوب و دوست داشتنی و متشخص و با فرهنگ اینجا خیلی زیاد دیدم، خیلی بسیار 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 خوبی داریم من باید احساس من هست دقیقا. من حالا نه فقط به خاطر برجون بفرمایید چون یه بخش خیلی کوچیکی از یه کامیونیتی باید بس. نمیتونید بس بدین به همه مونترال، ولی کلا ما کامیونیتی بسیار خوبی داریم، حالا ممکنه توشون یه دم باشن که خب بیا تو بگم جالب نباشه نظر داشته، آره بسیار کامیونیتی خوبی داریم توی مونتریال.
خوش مرسید. تبلیغ شهرمون هم بکنم. نه شهر فرهنگی هستش، خیلی آدمه با اصالتی توش هستم به نظر من. من چون کامل جان هم منتظر هستم، اگر که سوالی نیستش تمام کنیم که بتونیم کامل جان هم بیاریم. نه سوالی نیستش. قربونت برم. من خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما. خیلی کار جالبی داریم میکنیم. از عمورو هم تشکر میکنم که با همکاری شما تونستیم هماهنگی کنیم با شما. از آشنایی با شما خوشحال شدم. بعدم این که دیگه ایشالله بقیه به فرمه چون همه خیلی خوب و خوش و اینا باشه، همه کلی باش حال کنم. مرسی، مرسی که اومدی، مرسی که ببخشید که دیروز اونطوری شد و خب تایم رو دوباره نه بابه فرق شد اصلا. خیلی ممنون که اومدی و مرسی، خیلی خوبی داشته باشی. امیدوارم کرونا تموم شه ما بتونیم ایشالله ایشالله زودتر نزدیک همدیگر رو ببینیم. قربون شما. منم همین. خدا حافظ.